سلام، حالتون چطوره؟ امروز بعدم براتون تچین بزنم. چه تچینی؟ اصلا تچینای قبل سوء تفاهم بوده. با ما همراه باشید. خب بریم برای تهیه تچین طلاییمون. با ما همراه باشید. من اول میخوام خدمت شما عرض شود که مرغم رو درست کنم. مرغ خیلی واقعا مهمه توی درست کردن ترچین. چرا؟ خیلی آب پزش میکنن، من دوست ندارم، چون که مرغ خوش میشه، بعد بوی مرغ باز میزنه توی ترچین. مرغ رو من اولا سرخش میکنم، بعد میپزمش، بعد میذارم لای ترچین. بریم مراحلش رو داشته باشیم. ما هم برای سرخ کردن مرغمون ما احتیاج به یه پیاز داریم. از پیازامون خرد شده برای طعم دادن مرغامون، تقریبا نصف پاپریکا قرمز، ترجیحاً قرمز برای طعم دادن مرغمون. خیلی ها هویج میزنن، ولی باز من خودم با هویج موافق نیستم. اینم خلالیش میکنیم، روغنتون رو میذارید داغ باشه. من در اینجا تقریبا دو تا سینه مرغ برای تچینم استفاده میکنم. اینم بچه پاپریکای قرمز بود ولی هنوز رنگ نگرفت، ولی اینم میزنم داخلش، شاید حالا خوشمزه بشه، نمیدونم. روغنتون داغ شده، پیازو میزنم به روغن. پاپریکا و سینای مرغ. ادویه های لازم برای سینه مرغ: زردچوبه یه قاشق، نمک تقریبا یه قاشق و نیم، فلفل سیاه نصف قاشق چای خوری، پودر پاپریکا نصف قاشق چای خوری، عصاره مرغ نصف، پودرش میکنید، میریزید لای مرغاتون. یه ذره دیگه پیاز اینجا مونده، من اینارم بریزم داش، تکونش میدید، مرغا بچسبه کف مایتابه و اندازه تقریبا دو سه تا قاشق غذاخوری آب اضافه میکنید، در اینو میذارید. خب بریم برای تهیه برنج ترچینمون. برنج ترچینم باید یه ذره روش کار بشه، مثل برنجه معمولی نیست. اولین کاری که ما میکنیم به آب برنجمون که داره قل میزنه تقریبا 4 تا قاشق چایخوری نمک اضافه میکنیم برای 4 تا لیوان برنج. اینجا من 4 تا لیوان برنج خیس کردم، قشنگ آب کشش کردم، آبشو گرفتم، هیچ نشاسته داخل آب برنجم. الان آب تقریبا در حال جوششه، کم کم نمه نمه اضافه میکنم. برنجتون رو هم میزنید برای خودش یه 7-8 دقیقه بره و برنجتون رو میارید بالا. موقع دیدن برنج من بهتون میگم که در چه حد باشه که برنجتون برای ترچین عالی و خوبه. الان من به مرغام یه سری میزنم، اینا رو بر میگردونم. در زمانی که برش میگردونید تو این مرحله
اندازه 2-3 تا قاشق زعفرون روی مرغاتون بدید. بعد دوباره مرغا رو رها کنید تا بپزه. با شعله کم. خب بریم برای تهیه مایه اصلی تاچین. 2 لیوان ماست چکیده، 6 زرده تخم مرغ، نصف لیوان روغن معمولی یا کره آب شده، زعفرون دم کرده 2 قاشق چایخوری، یعنی آسیاب شده 2 قاشق چایخوری. این مواد رو به هم میزنیم. رنگ مایتون باید از زردی گذشته باشه، یعنی میل به تقریبا نارنجی بزنه اگر میخواین تکینتون خوش رنگ بشه. توی این قسمت یه ذره نمک هم میتونید بزنید، البته برنج ما نمک داره به اندازه کافی، ولی واسه اینکه مایتون خوش رنگ خوش طعم بشه یه ذره نمک اندازه نوک قاشق چای خوری. خب مایمون آماده است، میدیم بره برای استراحت. برنج تاچین خانم و آقایون نباید کاملا پخته شده باشه، باید به این صورت اگر نصفش میکنی کاملا اوسط ببینید. این الان برنج آماده است، نباید پخته شده باشه، این الان آماده است، میشکنه، روش پخته است، داخلش هنوز یه ذره خامی داره. این برنج الان موقع آبکش کردن میشه که برای مایه تاچین ما استفاده میشه. بریم برای آبکش کردن برنج. برنج رو آبکش میکنیم و روش رو با آب سرد برنجتون رو میشوریم تا برنجتون نه زیاد سرد سرد نه زیاد داغ داغ. برنج باید حالت ولرم باشه، اگه داغ باشه به موادتون شوک وارد میکنه، تخم مرغاتون رو خراب میکنه، اگه سرد سردم باشه با موادتون کاملا حل نمیشه. پس برنج باید کاملا ولرم. برای اضافه کردن برنجمون به مایه تاچینمون برنجمون رو میریزیم. برنجتون رو یه دفعه اضافه نکنید که سورپرایز نشید. دوباره برنج، برنج رو با هیچ چیزی که خوردش میکنه به هم نزنید و از زیر بگیرید بیارید بالا، مثل هم زدن کیک. ببینید رنگش واقعا رنگ خوش رنگی شد و تو تاچین دست و پاتون نلرزه برای استفاده کردن از زعفرون، چون که زعفرونه که به غذاتون طعم و بو میده. میذاریمش کنار. خب مرغای ما آماده است، کاملا نرم و چی میگن بهش، یعنی آبدار مرغامون، نذاشتم که داخل آب کاملا خوش بشه. حالا سس من اینجا داره یه ذره روشن، زیرش داره آبش کم 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 میشه. مرغامو میبرم تا بهتون بگم برای چی من این سس رو روشن گذاشتم. ببینید کاملا مرغتون، تو رو خدا خانم و آقایون مرغ آبپز خوش شده رو لای تاچین نکنید، خیلی حیفه، مرغ باید لذیذ باشه. تقریبا یک ساند مرغاتونو میبرید، یعنی زخامت یک ساند. این از مرغامون.
واقعا خوشمزه شده، الان خالی هم میشه اینو. اینم از سس مرغمون. این میره لای تحچین، دوباره بو و طعم مرغ رو میگیره. مرغ رو همش میزنید داخل سسش و میذارید این سرد میشه. این میشه مرغ تحچین. خب بریم برای بخش هیجان انگیز تحچین. پسته، خلال پسته و زرشک، گلاب و روغن. روغن تای مایتابه، زرشکا رو تقریبا یه لیوان، پسته، بعضی ها شکر میریزن داخل مایشون یعنی زرشکشون، من خودم شکر نمیریزم چون که میخوام طعم ترشی زرشک رو حفظ کنم. من اینجوری دوست دارم، البته خیلی رو میزنن و خوشمزه میشه. زرشکام نمیخوام بسوزه، زرشک رو باید هم بزنید، ازش غافل نشید، زود میسوزه. من احساس میکنم تا بوش در اومد بوی زرشکاتون کافیه، یعنی نذارید که زیاد. بعضی ها میگن باید باد کنه، بعضی ها میگن باید بادش بخوابه، تا بوی زرشکتون در اومد فکر کنم کافی باشه. این نظر من. خاموش میکنید. خب در اینجا ما تقریبا یه قاشق غذاخوری گلاب اضافه میکنیم. یه همه ریز میزنیم. به به، چه بوی، چه عطر. بریم برای تهیه نهایی تحچینمون. میخوایم بزنیم داخل قالب. البته میتونه از ظرف پیرکس هم استفاده بکنیم. قبلنا توی ظرف پیرکس میزدم، الان میخوام توی ظرف قالب کیک بزنم. ریسکشو بکنم ببینم چجوری میشه. بریم با من همراه باشید. روغن کف قالب، بریم برای ریختن موادمون داخل قالب. تقریبا 2 سانتی که اومد بالا شروع میکنیم مرغامونو چیدن. تمام سطح تحچینمون سعی کنید یک نواخ باشه. شروع میکنیم مرغامونو چیدن. 2 سانتی باید مرغاتون از لب ظرفتون فاصله داشته باشه، تحچینتون خوشگل تر میشه. زرشک و پسته‌ای که آماده کردم از قبل میریزم لای تحچینم. اگه میخواین این کارو بکنید سعی کنید بپاچید، اینجوری گله گله نریزید. مرسی. این اندازه کافیه. خب میریم برای لایه بعدی برنجمون. وقتی که داخل قالب میذارید تحچینتونو نذارید خیلی بیاد بالا، حتما یه 2 سانتی یا 2.5 سانتی از این سطح قالبتون فاصله بذارید که هم روغن نیاد داخل فرتون پس نده، هم که وقتی برنج دم میکشه بالاخره یه پفی هم داره. روش رو میخوایم فویل بپیچیم، کاغذ آلومینیوم بره داخل فر. اندازه‌ای که داخل فر باید باشه 180 درجه سانتیگراد، 45 دقیقه تا 1 ساعت. میریم میذاریم داخل، البته بستگی به نوع فر داره. بعد این کناره هاشو فیکس کنید که داخل تحچینتون کاملا بپسه.
بریم بذاریم داخل فر و برگردیم. با ما همراه باشید. خب دوستان، تاچین ما آماده است. میبینید که چقدر طلایی و کریسپی و خوشگل شده. واقعا ما از این زرشکا و بعد پستای خوشمزه‌مون می‌ریزیم روش برای تزیینش. خب بریم برای مزه کردن تاچینمون یه برش از این ور و یه برش از این ور. آقا این تاچینی که من درست کردم مطمئنم خوشمزه ترین تاچین دنیاست. بریم برای طعم کردنش. وای، مگه میشه آقا اینقدر خوشمزه آدم یه نفر غذا به این خوشمزگی درست کنه؟ من که سراغ ندارم. تاچین پزای حرفه‌ای بیان این تاچین رو بزنن، واقعا میگم بیان یاد بگیرن. امیدوارم ویدیو ما چقدر خودم تعریف کرد. نه واقعا خوشمزه شده. حتما این رسیپی رو بزنید خونهاتون. اگه بد شد بیاین فوش بدید. حتما ویدیو ما رو سابسکرایب کنید، لایک بزنید و زنگوله رو بزنید. امیدوارم دوست داشته باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.